herself. She said? As cold as ice. What's the matter? Those other kids didn't want to play with you? فرزند شیطان به دنیا میاد و میخواد همه چیزو به نابودی بکشونه. گیلاسیا سلام. امروز براتون یه فیلمی آوردم که لطفاً به لایفی پور نرسونیدش و الا تا 10 سال میخواد ازش فقط داستان بسازه. فیلم The Omen یا پیشگویی مسئول سال 2006 که یکی از بازسازی‌های خفن هالیوود نسخه اصلیش مال 1976 بود و خب اینو بعد از چندین سال ساختن که حالا دلیلش تو آخر فیلم بررسی میکنیم که چرا اصلا باید بازسازی میکردنش. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم رابرتو میبینیم که یه سیاستمدار توی آمریکاست و تماسی دریافت میکنه که همسرش در حال زایمانه. سری خودش رو به بیمارستان میرسونه. به محض ورود کشیشی به اسم پدر اسپالتو بهش میگه که متاسفانه بچت ندست رفته و دنیا نیومده. رابرت به هم میریزه و کشیش نوزاد دیگه ای رو هم نشونش میده. میگه که مادر این بچه هم موقع زایمان جونش رو از دست داده، هیچکیو نداره و مستقیم قراره بره یتیم خونه، اما شما میتونید نجاتش برید و جای بچه‌تون ازش مراقبت کنید. رابرت اول مخالفه، اما وقتی کشیش میگه که شاید خدا همین چیزی میخواسته و برنامهش بوده که از این بچه مراقبت کنید، در آخر قبول میکنه، مخصوصا که میفهمه احتمال بچه دار شدن دوباره همسرش صفره و همسرش کیت دیگه حامله نمیشه. بچه جدید رو قبول میکنن، اما به این شرط که به همسرش هیچی نگن. وقتی کیت به هوش میاد فکر میکنه همون بچه‌ای که خورش زایده تو آغوششه. اسم بچه رو میذارن دیمین و زندگی خوبی شروع میشه. چند هفته بعدم رابرت پیشنهاد شغلی خوبی میگیره تا همراه خانواده‌اش به کشور انگلستان برن و توی سفارت آمریکا مشغول به کارشن. دلیلش هم اینه که سفیر قبلی آمریکا در حال برگشت به خونه بوده و توی ترافیک به شکلی خیلی عجیب یک کامیون عقبی میاد و بعد ریختن کلی گازوئیل و وجود یه ته سیگار رو زمین ماشینش منفجر میشه. یه مرگ خیلی مشکوک که در نتیجهش هم رابرت و خانواده‌اش این شغل رو به دست میارن و خیلی زود میرن انگلستان. 5 سال از زندگی جدید میگذره. کیت و دیمین توی پارکن و یه لحظه که مادر تلفن صحبت میکنه بچه ناپدید میشه. کیت با نگرانی میگرده و در آخر بچه رو که قایم شده که مادر رو بترسونه پیدا میکنه. چند روز بعدم تولد 5 سالگی دیمینه. به مهمونی بزرگی میرن و کلی خبرنگارم اومدن اینجا. همه خوشحالن. وسط جشن اتفاق وحشتناکی میفته. پرستار دیمین گردن خودش رو از بالای ساختمان با طنابی میبنده و میپره پایین. همه داد میزنن و رابرت سری دیمین رو بغل میکنه که این صحنه رو نبینه. همین لحظه هم متوجه سگ عجیبی میشه که بهشون زل زده. سگی که دیمین با لبخندی براش دست تکون میده. روز بعدی هم خبر همه جا پخش شده و کلی خبرنگار دور رابرتن تا در مورد پرستار سوال کنن. اما هیچ پاسخی نداره و اتفاقی هم به خبرنگاری به اسم جنینگز برخورد میکنه. دوربین جنینگز میشکنه و رابرت هم برای احترام کارتشو میگیره تا بعداً پولشو بهش بده. رابرت وارد سفارت میشه و کشیشی به اسم پدر برنان از قبل منتظره. بدون مقدمه‌ای به رابرت میگه 5 سال پیش منم توی بیمارستان بودم. تو نباید دیمین رو به فرزندی میگرفتی. خیلی چیزها رو نمیدونی و دیمین مقصر یه سری چیز وحشتناکه. رابرت هم که باور نداره به نگهبان میگه رو بندازم بیرون و به کارش ادامه میده. بعد برگشتن به خونم همراه کیت دنبال پرستاری هم تا دیمین مراقبت کنه. در آخرم زنی به اسم خانم بیلاک رو استخدام میکنن. چند روزی میگذره و یک شنبه که همشون میخوان برن کلیسا، خانم بیلاک به کیت میگه پسرتون حالش خوب نیست و نمیاد. مادر که میدونه دیمین الکی میگه اونو بزن سوار ماشین میکنه و راه میافتن. به نزدیکی کلیسا رسیدن دیمین با دیدن یه سری صلیب و مجسمه مسیح یهو قاطی میکنه و حتی مادرش رو کتک میزنه. به ناچار برمیگردن خونه. رابرت و کیت صحبت میکنن و مادر میگه تو ماشین حس کردم دیمین دیگه پسرمون نیست. حس کردم یه چیزی اشتباهه و انگار عوض شده بود. برای همینم باید بریم دکتر. اینجا یه چیز جالب میفهمیم. دیمین از زمان تولد تا حالا حتی یک بارم مریض نشده و هیچ وقت نبردنش دکتر. شب میشه و کیت که خواب وحشتناکی میبینه از جاش میپره. رابرت هم با وحشت به سگ سیاهی نگاه میکنه که توی خونه اومده. خانم بیلاک پرستارم میاد سر میرسه و میگه این سگ خیلی مهربونه. پسرتون توی خیابون دیدش و اصرار کرد بیاریمش اینجا. رابرت هم با عصبانیت میگه بندازش بیرون و پرستارم همین کارو میکنه. روز بعدی میرسه. کیت، شوهر و بچهش به باغ وحشی میرن. دیمین برخلاف بقیه بچه‌ها خوشحال نیست و یه لحظه به مادرش میگه حیوونا از یه چیزی ترسیدن. همین لحظه یکی از گوریل‌ها با وحشیگری خودش رو به قفس میکوبه تا جایی که شیشه ترک بخوره. همه هم با ترس از باغ وحش خارج میشن. وقتی به خونه برمیگردن، کیت دیگه خیلی ترسیده و مطمئنه دیمین یه مشکلی داره. به رابرت میگه چند وقت هی کابوس سر پسرمون میبینم.
به هر حال اینم میگذره و چند روز بعد که رابرت توی جلسه است، باز کشیش قبلی یعنی پدر برنارد میاد پیشش و میگه باید حتما صحبت کنیم وگرنه اتفاق بدی برای همسرت میفته. برم یه آدرس میده که فردا به اونجا بیاد و ازش دور میشه. روز بعدی رابرت با آدرسی کشیش گفت میره و پدر برنارد شروع میکنه. میگه دیمین در اصل پسر شیطانه. مادر اون انگار یه شغال بوده. بار اولی که همسرت باردار بوده بچه‌تون از دست رفت، همین دیمین بود که اونو ازتون گرفت. چون میدونه تنها راهی که یه خانواده قبولش کنن همینه. برای همینم مادر واقعیش ولش کرد و رفت، چون میدونست از شیطان باردار شده. حالا هم جون خودت و مخصوصا همسرت تو خطره. برای تمام کردن قضیه باید کار دیمین رو تمام کنی. رابرت تحسیده اما حاضر نیست این کار رو انجام بده. قبل جدا شدن کشیش میگه به دیدن مردی برو به اسم بوگن هاگن، اون توی اسرائیل و فقط اونه که میتونه کمکت کنه. رابرت هم میگه پاتو از زندگیم بکش بیرون و سمت خونهشون راه میافته. کشیش برنارد هم به خاطر باردومی دو سمت کلیسا و یه رفع به شکل عجیب و وحشتناک یه رعد و برق بهش میخوره و جونش رو از دست میده. رابرت هم به خونه میرسه و کیت کم به هم ریخته است. وقتی میپرسه چی شده، کیت میگه دوباره باردار شدم اما دلم بچه نمیخواد چون میترسم شبیه دیمین شه. رابرت هم به هم میریزه، مخصوصا که توی اینترنت خبر اتفاقی که برای کشیش برنارد افتاد رو میخونه. اتفاقی عجیب و نادر. روز بعدم یه سر به دیدن روانشناس خانوادگیشون میره. جریان بارداری کیتو تعریف میکنه و دکتر میگه بهتر بچه رو بندازید، اما رابرت میگه دلم میخواد نگهش داریم. همین لحظه هم میریم به خونه و کیت داره روی چهارپایی کار میکنه. دیمین سوار اسکوتر و مثلا اتفاقی میزنه به چهارپایه. کیت پرت میشه و با دستش به زور از لبه پنجره خودش رو میگیره. به دیمین میگه کمک کن، اما بچه با لبخندی بهش زور میزنه. کیت بیچاره هم میفته پایین. به رابرت خبر میدن. وقتی میرسه بیمارستان میفهمه سر کیت خیلی آسیب دیده، استخوناش هم شکستن، بچه توی شکمش هم از دست رفته. رابرت به دیدنش میره و کیت با اون حال افتضاح فقط در گوش همسرش زمزمه میکنه که تو رو خدا من از دیمین نجات بده. رابرت که بیشتر فهمیده قضیه جدیه به خونه میره و تلفنش هم زنگ میخوره. جنینگز پشت خطه، خبرنگاری که رابرت دوربینش شکسته بود. بهش میگه سری بیا استودیو، کارت دارم. رابرت هم همین کارو میکنه و جنینگز با هیجان عکسهایی رو بهش نشون میده. این عکسها برای جشن تولد دیمینن که جنینگز هم به عنوان خبرنگار اونجا بوده. عکس قبل مرگ پرستار اول، تو این عکس یه چیز مثل نور دور گردنش معلومه، دقیقا همونطوری که خودش از پشت بوم آویزون کرد. تو همه عکس‌ها این اتفاق افتاده و تو چند تاشون هم کشیش برنارد معلومه. نوری هم به سینه اون تابیده، دقیقا همون جایی که رعد و برق خورده بود. جنینگز میگه این عکس‌ها آینده رو پیش بینی می‌کردن. بعدم همراه رابرت به خونه کشیش برنارد میرن. جنینگز برای نوشتن یه گزارش قبلا اومده اینجا و رابرت با دیدن اتاق شوکه میشه. کلی کاغذ، دعا، صلیب و صفحات انجیل دور تا دور اتاقه. جنینگز میگه که این چند هفته همش در مورد همه چیز تحقیق کردم و فهمیدم نوری که توی عکس ها معلومه یه نوع ستاره باستانیه. این ستاره یک بار دیگه دیده شده، اونم روز تولد عیسی مسیح. رابرت هم دیگه از شیطانه بودن دیمین مطمئنه و اعتراف میکنه که اون بچه واقعیش نیست. جنینگز میگه باید بگردیم تا بفهمیم پدر و مادر واقعیش کیان. رابرت میگه چرا قصر قضیه حساسی و جنینگز عکس دیگه رو نشون میده، عکسی که همون نور سمت گردن خودشه و اگه واقعا آینده رو پیش بینی کنن یعنی قربانی بعدی خود خبرنگاره. همین باعث میشه روز بعدی دوتایی برای تحقیق راه بیافتن. اول با پرواز میرن به ایتالیا، شهر روم، بیمارستانی که کیت توش زایمان کرد و رابرت دیمین رو تحویل گرفته بود. اما بیمارستان سر جاش نیست و میفهمن 5 سال پیش به شکلی وحشتناک کلش آتیش گرفته، دقیقا بعد از تولد دیمین. به دیدن راهبه همون نزدیکی میرن. راهبه که یکی از بازمونده های آتش سوزیه میگه خیلی از آدم ها اون روز تموم شدن، همه پرونده های بیمارها سوخت و هیچی از بچه هایی که اینجا رفتن دیگه وجود نداره. هیچ کس نمیدونه پدر مادر دیمین کیه، اما کشیشی که اونجا کار میکرد یعنی پدر اسپولاتو زنده موند و شاید اون بتونه کمکتون کنه. برای همینم هم جنینگز و رابرت به شهر دیگه میرن تا با اون کشیش صحبت کنن. وسط سفرشون هم جنینگز یکی دیگه از تحقیقاتش رو برای رابرت میخونه. میگه که بر اساس کتابهای دینی یه روز میرسه که یه بچه‌ای وسط سیاستمدارها متولد میشه، بچه شیطان یا همون دجال. برام به رابرت میگه تو که سیاست مداری و انگار اصلا انتخاب شده بودی که این بچه رو بزرگش کنی. به محل مورد نظر میرسن. پدر اسپالاتو به شکل وحشتناک پوست بدنش رو از دست داده. هرچی رابرت میپرسه که پدر و مادر دیمین کی بودن، کشیش نمیتونه حرف بزنه و با نوشتن یه اسم روی کاغذ سرنخ میده. یکی از افراد به رابرت میگه این اسم توی یکی از قبرهای قبرستون این شهره. خیلی سریع به اونجا میرن و با پیدا کردن قبر میکننش، چیزی که داخلش باعث وحشت میشه، استخونهای یه حیوان شبیه شغال.
رابرت به جنینگز میگه که پدر برنارد قبل کشته شدنش به من گفت مادر دیمین یه شغاله، اونه که بچه شیطان رو به دنیا آورده. قبر دیگه ای توجهشون رو جلب میکنه چون فامیلی شبیه رابرته. با نگاه کردن داخلش استخونهای یه نوزاد معلومه. حالا میفهمه بچه واقعی خودش رو بیمارستان و موقع زایمان از دست نرفته بود، بلکه یه نفر جونش رو گرفته تا مجبور شه دیمیان رو بزرگ کنه. فهمیدن قضیه داغونش میکنه و میریم به بیمارستان که کیت توش بستریه. دیمیان و پرستارش یعنی خانم بیلاک میرن به دیدن کیت. خانم بیلاک اول میاد داخل و برخلاف مهربونی همیشگی لبخندی شیطانی داره. سرنگی از جیبش در میاره و بی‌توجه به خواهش‌های کیت اونو به سرم تزریق میکنه. چند ثانیه بعدم کیت به آرومی جونش رو دست میده. رابرت قضیه با خبر میشه و بیشتر از همیشه به هم میریزه. سری به جنینگز خبر میده که باید به اسرائیل بریم تا یه نفر رو ببینیم. روز بعدی پرواز میکنن و به دیدن باگن هاگن میرن، کسی که پدر برنان به رابرت گفته بود میتونه کمک کنه. باگن هاگن یه محقق بزرگه که کل زندگیشو در مورد شخصی به اسم ضد مسیح یا همون دجال گذرونده. این مرد به رابرت میگه خیلی وقت منتظرتم. پارچه روی میز میذاره که چند تا خنجر توشن. میگه این 7 خنجر میتونن دجال رو از بین ببرن. باید اول اونو به کلیسای برسونی و همونجا با خنجر بهش حمله کنی. کسی که تو به اسم دیمین میشناسیش همون دجاله. رابرت هنوز مردد و میگه من نمیتونم به پسرم آسیب بزنم. شاید همش فقط اتفاق بوده. باگن هاگن با عصبانیت میگه فقط تو باید شیطان رو نابود کنی و در آخرم رابرت قبول نمیکنه. اونم بهش میگه کافیه دنبال یه علامت بگردی. اگه پسرت اونو داشت یعنی واقعا دجاله. دنبال علامت شبیه عدد 666 روی تنش باش، مخصوصا زیر موهاش. بازم رابرت نمیخواد آسیبی بزنه و میاد بیرون، اما جنینگز یواشکی خنجرها رو برمی‌داره و دنبال رابرت راه میافته. سعی میکنه راضیش کنه از اینکه جون پسرش رو بگیره، اما اون بازم راضی نمیشه. در آخرم با کلافگی برای پر کردن خنجرها به طرف جنینگز خداحافظی میکنه. وقتی که این خبرنگار میره که خنجرها رو برداره، اتفاق عجیبی میفته. یه تابلو از دیوار کنده میشه و موقع زمین خوردن گردن جنینگز با خودش میبره. همه میترسن رابرت از سر و صدا برمیگرده، میفهمه چه بلایی سر جنینگز اومده و حالا برداشتن خنجرها به شهر خودشون راه میفته. همین که به خونه میرسه بارون شدیدی گرفته. هیچ که توی خونه نیست غیر از سگ وحشی که قبلا دیمین پیداش کرده بود. این بار به رابرت حمله میکنه و لحظه آخر مرد موفق میشه سگو بندازه توی زیر زمین و در روش قفل کنه. میره طبقه بالا و دیمین رو میبینه که همینجا خوابیده. با آرومی لای موهاشو نگاه میکنه و دیدن علامت 666 باعث شوکه شدنش میشه. اما دیگه مطمئن و دیمین رو بغل میکنه تا به کلیسا برن. خارج از اتاق خانم بیلاک پرستار دیمین سر میرسه و بدون حرفی به رابرت حمله میکنه. اونم موفق میشه پرستار رو بیهوش کنه و با بغل کردن دیمین به سمت ماشین میدوه. پرستار هنوز زنده است و میاد دنبالشون، اما رابرت با ماشین میزنتش و راه رو ادامه میده. سرعت ماشین بالاست و همین باعث میشه پلیس های مشکوک به قضیه رابرت رو تعقیب کنن. بالاخره به کلیسا میرسن و دیمین رو میبره داخل. خنجر رو میبره بالا، اما قبل فرود آوردن پلیس ها سر میرسن. بدون اطلاع از جریان اسلحه میکشن و به رابرت شلیک میکنن. عجیب تر این که همین لحظه طرف دیگه کشور رهبر مسیحیت یا همون پاپ همزمان با رابرت جونش رو دست میده. سکانس آخر فیلم مراسم خاکسپاری رابرت توی کشور آمریکاست. رئیس جمهورم برای سخنرانی اومده و دست دیمین رو گرفته. بچه لبخند شیطانی به دوربین میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. وقتی به کاور فیلم اومن دقت بکنی بالاش نوشته که The prophecy is clear، یعنی پیشگویی کاملا واضحه. The signs are unmistakable، نشانه ها غیر قابل اشتباهن. On the sixth day of the sixth month in the year 2006 his day will come، در روز ششم ماه ششم سال 2006 روز اون فرا میرسه. فیلم در تاریخ 6/6/2006 یا به عبارتی 06/06/06 پخش شد. فیلمی که میاد از این صحبت میکنه که یک بچه‌ای به دنیا آمده و فقط بین سیاستمداراست و میخواد دنیا رو به نابودی بکشونه. بچه‌ای که به همون اسم دجال شناخته میشه. اگه از افرادی باشید که توی این سال تقریبا 17-18 سالتون باشه، خیلی چیزها یادتون میاد که توی اون سال‌ها اتفاق میافتاد. دورانی بودش که اگه تو ایران باشیم، دوران اوایل احمدی‌نژاد بود که کم کم تحریم‌ها اتفاق افتاد. روزی که تحریم‌ها UN تایید شد 6 ژوئن 2006 یا همون تاریخ 6/6/6 بود و خب خیلی داستانا برای کشور خودمون پیش اومد. از اون طرف توی کل جهان توی کانادا یه عملیات ترور
همین تاریخ شده بود که پارلمانش رو تهدید کرده بود، توی آمریکا سر اتفاقات دیگه افتاده بود و کلن این تاریخ، حالا دقیق روزش رو نمیگم که بگیم فیلم رپ داره و اینا نه، ولی این حواشی که کلن این فیلم داشت پخش میشد خیلی چیزهای زیادی بود و مهمترین چیزی که میگفتن دنیا داره به فنا میره، همه چیز داره به هم میریزه، تو خاورمیانه داره جنگ میشه، توی آمریکا بحث مالی و بحث وال استریت خیلی داشت به هم میریخت و خیلی اتفاقات عجیبی داشت میافتاد که خب خیلی هم به همین فیلم ربطش دارن و میگفتن که این فیلم واقعا داره چیزی رو پیشگویی میکنه و انگاری دجال بین سیاستمدارا متولد شده، کسی که میخواد یه نسل جدیدی دنیای جدید رو بیاره و خب دنیای جدیدش جایی برای افرادی که سطح پایینن نیست، فقط قراره به اون سطح بالا یا عشق برسه و پایینه قراره به فنا بره. خب یکم دقت کنیم، واقعا هم از اون سال همچین اتفاقی افتاد، حالا نمیخوام به فیلم ربطش بدیم ولی همه اینو میدونیم که هالیوود وقتی از یه چیزی میاد زیاد صحبت میکنه اون اتفاق در آینده پیش میاد. توی سال 2006 وقتی که این فیلم یهو بازسازی شد اصلا دلیلی نداشت، یه فیلمی که 30 سال 35 سال قبلش معروف شده یه رفیه بیان بازسازی بکننش، اومدن همچین کاری انجام دادن و دقیقاً توی همچین تاریخی هم پخشش کردن. خیلی چیز جالبیه، نمیخوام این چیزای شیطان پرست و اینا رد بدم ولی من به نظم نوین جهان اعتقاد دارم چون واقعا داره پیش میاد و تو خیلی از فیلم‌ها حرفشو زدم که سیستمی پیش اومد از اون دوره‌ها و به اسم گلوبالیسم اومد، خیلی از مردم رو به فنا داد، همون چشم جهانبینی که روی هممون افتاد و زندگی هممون رو تحت کنترل خودش درآورد. و خب این چشم جهانبین یکی از بزرگترین رسانه‌هاش هالیووده، به خاطر اینکه هر چیزی که توش پخش بیاد تمام دنیا اونو می‌بینه. اما دیگه واضح بود این فیلم به جای اینکه بیشتر ترسناک باشه و بخواد در مورد روح و جنس صحبت بکنه، در مورد سیاست داشت حرف می‌زد. همین که شخصیت اصلیمون یه دونه دیپلمات بود، یه سفیر توی انگلستان بود و اون انگاری داشت فرزند شیطان رو بزرگش میکرد، خیلی چیز مهمیه. یعنی قشنگ داره میگه که آقا توی کشور انگلستان داره این بچه شیطان متولد میشه و دارن بزرگش میکنن و توی همچین تاریخی به یه سنی میرسه که میاد دنیا رو دست خودش بگیره. و خیلی جالبه که سکانس آخر فیلم از انگلیس برگشته به آمریکا و دست رئیس جمهور رو گرفته، یعنی حالا قراره دهن تو رو سرویس کنه. کلن میگم این فیلم پر از کده، یعنی یه بار حتما ببینیدش چون خیلی توش کد پیدا میکنید. عدد 666 که به تاریخ پخش فیلم همون 06 06 06 ربط داره و کلن به نظر من یکی از فیلم هایی بود که قشنگ همون نظم جهان جوین، نظم نهان جوین، به نظر من یکی از فیلم هایی هستش که نظم جهان نوین ساخت، یعنی همون گروهی که اومدن و همه چی رو دست گرفتن اومدن فیلمو ساختن تا یه آماده باشی بدن، شاید به ما نه، شاید به کسایی که منظورش رو فهمیده بودن و بعد از اون خیلی کارها رو انجام دادن، انگار یه کد بود که آقا شروع کنید. بارهای بار شده که پیش اومده و دیدیم هالیوود هم چه کاری انجام بده. یه نمونهش همون سریال سیمپسون هست، کارتونی که خیلی ها میبینن، خیلی چیز وایرالیه و قطعا بارها ویدیوهاشو دیدید که داره یه چیزی رو پیش بینی میکنه. یا در مورد چیز دیگه بخوام صحبت بکنم، هر باری که این سینما هالیوود میاد یه فیلمی رو میسازه که در مورد آخر از زمانه و یه موضوع خاصی رو در این مورد پوشش میده، بعدش اتفاق میفته که دقیقا مربوط به اونه. حالا شاید دقیقا همون موقع نیست اما همیشه این اتفاق افتاده که بخواد یه چیزی رو پیش بینی بکنه. همین خواستم بگم که این فیلم یکی از پرکدترین فیلم های دنیاه که با بررسی کامل شب به خیلی چیزا برسید که من اصلا به مغزم خطور نکرده و خیلی چیزهای مهمی رو در موردش درک کنید. اگه چیز خاصی در مورد این فیلم دارید یا کدی هست که من بهش اشاره نکردم حتما بنویسید. میگم یکی از فیلم هایی هست که خیلی میشه در موردش صحبت کرد چون همه معتقدن که این فیلم خیلی چیزها رو پیش بینی کرد. لایک کامنت ساب یادتون نره، دوستتون دارم، دوستتونم گلاسی.